به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. انتقاد تند یک زندانی سیاسی در ایران از وزارت خارجه آمریکا. فرهاد میثمی میگوید آمریکا نمیتواند برای حقوق بشر در ایران اشک تمساح بریزد. در ادامه برنامه، لایحه حذف 4-0 از پول ملی در هیئت دولت، آیا نسخه بانک مرکزی دردی از اقتصاد ایران دوا می کند؟ انتقاد از دادستانی کل افغانستان، یک نهاد ناظر می گوید پرونده فساد وزیران پیشین بی نتیجه مانده. و اتهام حمایت از حکومت ایران به رهبر حزب کارگر بریتانیا. منتقدان کوربین میپرسند چرا او درباره کارنامه حقوق بشری تهران چیزی نمیگوید. سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. و من باران عباسی. ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان. این خلاصه حرف یک فعال مدنی زندانی در ایران به وزیر خارجه آمریکا است. فرهاد میثمی میگوید اگرچه در حبس گروهی از به گفته او ظالمان هموطن خطاکار است، ولی همین زندان را بر آنچه ننگ حمایت دولت آمریکا توصیف کرده ترجیح میدهد. دولتی که از نظر آقای میثمی با پیمان شکنی و خارج شدن از یک توافق خردمندانه و صلح‌جویانه به تمام اصول حقوق و اخلاق پشت کرده. واکنش تند یک فعال مدنی دربند و در اعتصاب قضا به نگرانی‌های حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا. اشاره به بیانیه وزارت خارجه آمریکا که دستگیری فعالان سیاسی از جمله فرهاد میثمی را محکوم کرده بود. فعالان حقوق بشری، خصوصا آنهایی که خود در ایران تاوانهای سنگین دادند، چه نگاهی به سیاستهای جدید آمریکا در مورد ایران دارند؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از مهرزاد کهنروز. ایران کمتر از یک ماه دیگر 40 سالگی انقلاب را جشن میگیرد. کسی که در روزهای بهمن 57 همراه بسیاری از همفکران نهال انقلاب را کاشت، معتقد است جمهوری اسلامی حالا درختی است تنومند با شاخ و برگ فراوان. او معتقد است دوران عزت ایران است و روزهای روشن پیش روی کشور. عظمت ایران یک امر واضحی است که هر منصفی ناچار است اون رو تصدیق بکنن. نون حلال رو خوردیم، کسی نیست یاری دنده ای نیست که ما را یاری بده. رهبر ایران از عظمت و اتحاد میگوید. در کف خیابان اما گسلهای اعتراضی عمیقند. مخالفان برعکس رهبر ایران میگویند خزان به رگ و ریشه انقلاب زده. شما به داد ما برسید. حیات به زلزله، حیات به زلزله. غرب در رأس آن آمریکا که رهبر ایران آن را دشمن بزرگ می‌خواند، در این قمار پولش را روی همین نارضایتی‌ها گذاشته. امیدوار است به دگرگونی، تغییر وضع موجود یا دست کم تغییر رفتار حکومت. بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ از قرارداد معیوب هسته‌ای خارج شد، استراتژی جدیدی را به اجرا گذاشته تا موجب تغییر در رفتار رژیم ایران شود. بخشی از این استراتژی اطمینان حاصل کردن از این است که صداهای داخل ایران که مسئولیت پذیری، عدالت و آزادی مذهبی را فریاد می‌زنند، بدانند که ایالات متحده در کنار آنهاست. بخشی از مخالفان حکومت ایران هم دلخوش به این همراهی، تمام توانشان را پشت این عزم آمریکا گذاشتند. حرفشان این است هیچ زمانی فرصت برای سرنگونی حکومت مهیاتر از اکنون نیست. به گفتی آنها دانشجو خسته، کارگر ناامید، معترض زندانی و زندانی تحت شکنجه است. نامه نویسی به دولت آمریکا و خواست به اعمال فشار حداکثری به دشمن 40 ساله به قولانها مردم و ملت ایران. اما آیا داستان ایران به این سیاه و سفیدی است؟ بخشی از همین معترضان به حمایت‌های خارجی خوشبین نیستند. فرهاد میثمی زندانی سیاسی است. 145 روز اعتصاب قضا کرده.
نامی نوشته از زندان اوین، اول در انتقاد از قوه قضاییه ایران. او دستگاه قضا را به نقض مکرر، مصرانه و سیستماتیک قانون متهم کرد. بخش مهمتر این نامه شکایت از رفتار به گفته او نابخرد دولت مردان فعلی آمریکاست. او میگوید وقتی دیده وزیر خارجه آمریکا خواستار آزادیش شده خشکش زده. ترجیح میدهم تمام عمر در حبس گروهی از ظالمان هموطن خطاکارم بمانم. زندگیم را صرف تلاش اصلاحگرانه خطاهایشان سازم، اما تحت حمایت ننگین پیمان شکنان قرار نگیرم. آقای میثمی در نامه‌اش از رهبران آمریکا خواسته اش که تمساح حقوق بشری خود را جای دیگر بریزند. او میگوید اگر دست آمریکایی‌ها به سفره انقلاب می‌رسید، در واقع بدتر می‌کردند. ضرباتی سنگین از یک زندانی سیاسی به کشوری که داعیه پرچمداری حقوق بشر دارد. حرف افرادی مانند فرهاد میثمی، خطاب به تصمیم گیران جمهوری اسلامی، تا دیر نشده درها را باز کنید. ایران در کشاکش سه گفتمان در 14 حیات جمهوری اسلامی، تغییر از درون به شکل مسالمت آمیز، دگرگونی با حمایت از بیرون با حربه فشار و اعمال زور، یا آنچنان که بخشی از حاکمیت می‌خواهد استمرار وضع موجود. مرشد کوهنوز، بی بی سی. مهدی جلیلی تهرانی، عضو گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی به نام جریان سوم از واشنگتن دی سی در آمریکا با ماست، و همینطور علی قلی‌زاده، پژوهشگر سیاستگذاری عمومی دانشگاه علم و فناوری چین از شهر حفی با ماست. آقای جلالی، گفته میشه که دولت آقای ترامپ هر دغدغه‌ای داشته باشه چندان پروای حقوق بشر رو نداره، این چقدر درسته؟ بله، همینطور هستش. متاسفانه این رو باید گفت، متاسفانه دولت آقای ترامپ پروای حقوق بشر رو نداره، همانطور که دولت آقای اوباما به مراتب نداشت، و این رو باید تغییرش داد. باید فشار آورد با آمریکا که مسئله حقوق بشر رو از سطح یک ادعا به سطح واقعا سیاست ورزی در سیاست خارجی خودش تبدیل بکنه. آقای قلی‌زاده اگر این طور باشه که گویا دولت آمریکا چندان پروای مسائل حقوق بشری رو نداشته باشه، میشه گفت که صلاحیت لازم رو برای اعمال فشار به دلیل ملاحظات حقوق بشری هم نداره؟ ببینین، حقوق بشر در ادبیات سیاسی دولت‌های غربی صرفاً یک به مساوی ابزار سیاسی است برای فشار بر دولت‌هایی که طبق خواست دولت‌های غربی در رأس اونها امریکا حرکت نمی‌کنند. در حقیقت مسئله دولت ترامپ یا اوباما نیست، این نگاه غرب با استفاده و این ادبیات حقوق بشری که استفاده می‌کنه در حقیقت صرفاً برای فشار آوردن بر دولت ایران، بر مردم ایرانه، و نه اونها دغدغه حقوق بشر ندارن. اگر این مسئله دغدغه حقوق بشر داشتن، کشورهای حامی، کشورهایی که طبق خواست اونها در منطقه در دنیا فعالیت میکنن، اینها طبعاً باید مورد انتقاد دولت‌های غربی قرار میگرفتن. امروز عربستان 6000 زندانی سیاسی داره، در بحرین اکثریت مردم، بخش اکثریت مردم از حقوق اجتماعی سیاسیشون محرومن، اکثریت شیعه، و اونجا دولت‌های غربی پایگاه نظامی دارن، و تا زمانی که منافع امریکا، منافع انگلیس، منافع غرب در منطقه، در این کشورها تامین بشه، اینها کلامی از مسئله حقوق بشر مطرح نمی‌کنه. اساساً حقوق بشر در بطن جامعه ایران تغییر می‌کنه، بهبود پیدا می‌کنه، از همین مسیری که امثال فرهاد میثمی، امثال ضیاء نبوی، امثال اسماعیل بخشی، از همین مسیری که عمده نیروهای ملی و مستقل در ایران به دنبال اون هستند، از اصلاحات جامعه محور، از طریق فعالیت‌های مدنی، و در حقیقت تأکید بر مطالبات مشخص و معین، اینچنین که آقای فرهاد میثمی امروز برش تأکید میکنن. آقای جلیلی تهرانی، بهبود وضعیت حقوق بشر در درون جامعه ایران، اونطور که آقای قلی‌زاده اشاره کردند، بدون حمایت یا نوع فشار از بیرون امکان داره؟
غیر ممکن هست. اینها شعاره، این حرفا، حقوق بشر از درون، دموکراسی درونی. چنین اتفاقاتی نمیفته، در تاریخ همین رو نشون نمیده. یکی اینکه دموکراسی به طور کلی مثلا روشن کنم، دموکراسی در هیچ جای دنیا قدم به قدم و گام به گام اتفاق نیفتاده. دموکراسی نیاز به از خودگذشتگی، از جانگذشتگی داره. دموکراسی همیشه از خون رد شده. در همین غربی که ما داریم زندگی میکنیم، نسل‌های قبل خون دادن. در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و حتی پیش از اون، جنگ‌های 30 ساله و قبل از اون، دموکراسی با زحمت به دست میاد، از صندوق رأی به دست نمیاد، از این حرفای ملوس نازی که مثلا نامه بنویسیم و اینها به دست نمیاد، و همینطور حقوق بشر. وقتی صحبت از حقوق بشر هم میکنیم فراموش نکنیم ما به آمریکا انتقاد داریم در مورد حقوق بشر، ولی ما هیچ گونه درکی از حقوق بشر نداشتیم مگر اینکه آمریکایی‌ها خودشون تدوین کنن حقوق بشر رو و به جهان عرضه بکنن. اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط آمریکایی‌ها نوشته شده، این رو فراموش نکنید. آقای قلی‌زاده پاسختون. ببینید اینطور که آقای جلالی و دوستان ایشون و بخشی دیگر از اپوزیسیونی که متاسفانه اینها وابسته شدن به دول خارجی، به دول غربی و عملا نقش کارگزار در حقیقت دولت‌های غربی رو و دولت‌های منطقه مثل عربستان و اسرائیل و امارات رو بازی می‌کنن، اینها تصور می‌کنن، اگر صادقانه یعنی خوشبینانه به صحبت‌های اینا نگاه کنیم، تصور می‌کنن که حقوق در کوله پشتی سربازان آمریکایی حقوق بشر و آزادیه، در حالی که این چنین نیست. در هیچ کدوم از کشورهای منطقه که دخالت خارجی بوده، تحریم خارجی بوده، این اتفاق نیفتاده. اساساً تحریم، دخالت خارجی، تجاوز به حقوق مردم، تحریم تجاوز به حقوق اقتصادی و اجتماعی و رفاه مردم ایرانه. این آقایونی که امثال آقای جلالی، امثال رضای پهلوی، امثال گروه مجاهدین و امثال دوستانی که در امریکا، یه اقلیت محدودی که در اندیشکده های امریکایی حضور دارن، اینها به چه وجاهتی از به کلام در حقیقت ارتباط میگیرن با دولت‌های غربی، میگن ما به نمایندگی از مردم ایران درخواست دخالت داریم. اساساً من وجاهت بحث در رابطه تحریم رو متوجه نمیشم. تحریم جنایت، تحریم تجاوز به حقوق مردمه. آیا در رسانه‌ای در اجازه بدید که آقای قلی‌زاده همین قسمت از فرمایشات شما جواب بدن. آقای قلی‌زاده شما اگر خواهان این هستید که به جمهوری اسلامی فشار وارد بشه تا چه حد؟ آقای جلالی ببخشید. بله، ببینید سه نکته رو آقای قلی‌زاده گفتن. یکی این که ما از جهت اخلاقی اصلا با هم فرق داریم. من این ذهنیت رو گفتم، نه با آقای فرهاد میثمی شخصا کاری دارم چون اصلا ایشون رو نمی‌شناسم. من ذهنیت رو فقط قضاوت می‌کنم و نه شخص آقای قلی‌زاده و نه هیچ کس دیگری که اسم آوردن، من نگاه دیگری دارم، فقط یک ذهنیت رو قضاوت می‌کنم. این ذهنیت که بابا میتونه تو خونه بچه‌هاشو بزنه، زنشو بزنه، خانواده رو بزنه، چهار دیواری اختیاریه، بعد بیرون طرف بیگانه است، اجنبیه، این ذهنیت، ذهنیت عقب افتاده و خطرناکی است. ما الان در یک جامعه بشری زندگی میکنیم. ما نه تنها از آمریکا، بلکه از همه جهان میخوام که به مسئله حقوق بشر در ایران توجه بکنن. ما میدونیم که این توانایی رو نداریم، با یک حکومت خشن سرکوبگر این توانایی رو نداریم صادقانه که به تنهایی بتونیم تمام کارهای خودمون رو پیش ببریم. باید جلوی جبهه بایستیم در مقابل با رژیم جمهوری اسلامی، اما نیاز به حمایت هم داریم و این حمایت باید صورت بگیره. این طلبکاری ما از دولت آمریکا است. بسیار خوب. آقای قلی‌زاده، آقای میثمی در نامه‌شون نوشتن که میخوام زندگیم رو صرف تلاش اصلاحگرانای خطاهای همین حکومت بکنم. بسیاری از مردم میپرسن که بالاخره این اصلاحات کی ممکنه به ثمر برسه؟ سالهاست که در مورد اصلاح حرف زده میشه، چندان نتیجه‌ای نداده. ببینین ما وقت صحبت از مسیر اصلاحی میکنیم، بعد بین دو تا نکته تفاوت قائل بشیم. بین جریانات و احزاب اصلاح طلب و جریاناتی که خواهان تغییرات مسالمت‌آمیز و تدریجی هستن، این جریانات خب بازه گسترده‌ای دارن، از نیروهای مدنی مثل کارگری که حقوقش رو نگرفته و خواسته مشخصی داره و به وضوح در حقیقت مسیرش رو جدا میکنه از امثال اسماعیل بخشی و کارگران و هفت‌تپه و گروه ملی اهواز و دیگران که با اون نیروی سیاسی که به دنبال سوء استفاده از اعتراضات مدنی و صنفی این هاست. ببینین اصلاح
مسیر اصلاحی که مد نظر ماست و فکر میکنیم که جامعه رو تغییر میده، مسیر اصلاحی که از درون جامعه میگذره. البته قطعا در دولت هم اون چیزی که ما انتظار داریم از نگاه به دولت اینه که یک فضای حداقلی برای کنشگران ایجاد بشه. و اینکه ما بگیم که در فضای جامعه ایران تغییری ایجاد نشده، خب این حرف گزافیه. به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ فرهنگی ما نمیتونیم امروز رو با دهه 60، با دهه 70، حتی با دهه 80 مقایسه کنیم. اما من سوالی که از آقای جلالی تهرانی دارم این که ایشون میفرمایند که ما باید به بیرون نگاه کنیم. به کدوم بیرون؟ به بیرونی که به امریکایی که با تحریم‌هاش در عراق در دهه 90 طبق گزارش یونسکو 1,000,000 کودک جونشون رو از دست دادن، به امریکایی که در عراق، در افغانستان به صورت غیر مستقیم، در لیبی انواع و اقسام جنگ افزارها رو استفاده کردن. اجازه بدید که آقای جلالی جواب بدن. آقای جلالی تهرانی، عراق، افغانستان، تقویت حقوق بشر، کشته شدن انسان‌ها در ایران. خب ببینید، ما اگر میخواییم وارد مسئله تحریم بشیم و مسئله تحریم ها، همینجا تناقض آقای قلی‌زاده. اینجا طلبکاری از آمریکا میکنن. آقا یه کشور هستش تصمیم گرفته کار تجاری با ایران نکنه، حقشه. تحریم حق آمریکاست، اینو متوجه بشید. یک کشور هستش میگه من کار تجاری و اقتصادی با ایران نمیکنم، و هر کشوری هم که کار تجاری و اقتصادی با آمریکا بکنه، من او رو هم جزء تحریمم قرار میدم، با اون کار نمیکنم. حقشه. چرا طلبکاری میکنید؟ چرا یک جای طلبکاری میکنید از آمریکا، بعد یه جای دیگه میگید که نه، این چهار دیواری ماست، بذارید بکشن. کاری که آقای فرهاد میثمی میکنه ذهنیتی که معروفه، سندروم استکهلم میشناسیم. ببینید چقدر فاجعه بار این صحبت که میگه من حاضرم در زندان باشم تا آخر عمرم، یعنی آزادی رو میفروشه که مثلا کلمه بیگانه یا آمریکا مثلا به خاطر که در سیاست‌های خارجی خودش در گذشته واقعا صادق نبوده، که حرف درستیه، حالا هم باید کنار بنشینه. این دیگه عقب تعارف نداریم که. اجازه بدید من سندروم استکهلم رو هم توضیح بدم. یعنی اینکه گروگان‌ها با گروگانگیرها در نهایت همکاری بکنن، تحت تاثیر اونها قرار بگیرند. پاسخ شما چیه آقای قلی‌زاده؟ باید عاشقشون میشن. ببینیم تحریم نه حق امریکاست، نه حق کسانی ایرانی‌هایی است که به دروغ به نمایندگی از مردم ایران درخواست رنج و فشار به مردم ایران میکنه. ما امروز اثر تحریم ها رو در تک تک زندگی ایرانی ها شاهدش هستیم. درخواست دخالت نظامی نه حق هیچ کشور غربی و امریکاست و نه حق افرادی که این رنج رو برای مردم ایران درخواست میکنن. متاسفانه گروهی خارج از ایران، یک گروه اقلیت وابسته به دولت های خارجی، به دروغ به نمایندگی از مردم ایران درخواست فشار میکنن، درخواست میکنن، درخواست زمین سازی برای حمله خارجی میکنن، و هر پروسه‌ای که مردم به اقتصاد مردم در حقیقت مرتبط باشه و کمک بکنه باهاش مبارزه میکنن. امسال آقای پهلوی علیه برجام کمپین میکنن یا در مجامع حاضر میشن که علنا درخواست بمباران اتمی ایران رو میکنه. آیا بمباران اتمی ایران، آیا فشار به زندگی مردم ایران حق امریکا یا حق کسانی است که همچین درخواستی رو میکنن؟ وقتمون متاسفانه تمام. ممنونم از هر دوی آقایان، مهدی جلالی تهرانی، عضو گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی به نام جریان سوم از واشنگتن دی سی، و همینطور علی قلی‌زاده، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه علم و فناوری چین از شهر هفی در چین با ما. برنامه رو باشن خبر کوتاه ادامه میدیم. در شمال شرق افغانستان در پی ریزش کانال هایی که جویندگان طلا حفر کرده بودند، دست کم 31 نفر کشته شدند و 13 نفر دیگر زخمی. این حادثه در ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان رخ داده. رئیس جمهوری افغانستان از نهادهای مربوطه خواسته به نجات کسانی که زیر آوار مانده‌اند بشتابند. به گفته مقام‌های محلی حدود 10,000 نفر در این منطقه به این کار که در افغانستان زرشویی خوانده می‌شود مشغولند. زلزله به بزرگی 5.9 استان کرمانشاه در غرب ایران را لرزاند. به گفته مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مرکز این زلزله 24 کیلومتری شهر گیلان غرب و 32 کیلومتری شهر سومار بوده. به گفته سازمان اورژانس کشور، دست کم 40 نفر از آسیب دیدگان این زمین لرزه به مراکز درمانی گیلان غرب رفتند.
فرماندار گیلان غرب هم خبر داده که 6 تیم ارزیاب به منطقه اعزام شده. شماری از افراد دارای معلولیت مقابل مجلس ایران تجمع کردند. اعتراض آنها به ردیف بودجه حمایت از معلولان در بودجه 98 و حداقل دستمزد بیمه توانبخشی است. این افراد خواستار دسترسی بیشتر به امکانات اجتماعی هستند. قرار بود با اجرای قانون حمایت از معلولان بخش مهمی از مشکلات آنها برطرف شود، اما در بودجه سال آینده تنها 1/12 اعتبار لازم اختصاص داده شده. به این ترتیب اجرای قانون حمایت از معلولان از نظر آنها ناممکن است. شبکه حقوق بشر کردستان از دستگیری آمانج قربانی، یکی از فعالان محیط زیست کرد، خبر داده. آقای قربانی از کارمندان اداره محیط زیست کامیاران بوده و گفته می شود بعد از بازداشت به اداره اطلاعات سنندج منتقل شده. بر اساس گزارشات روزهای اخیر، دبیر شاخه کردستان حزب وحدت ملی و 4 عضو کمیته محیط زیست این حزب بازداشت شدند. در ایران رئیس بانک مرکزی گفته لایحه حذف 4-0 از پول ملی به دولت فرستاده شده. عبدالناصر همتی گفته امیدوار است این لایحه هرچه زودتر به سرانجام برسد. پیشتر در دوره ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی حذف 0 از پول مطرح شده بود. برای صحبت بیشتر در این باره علی دادپی استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادواردز از تگزاس در آمریکا با ماست. آقای دادپی، به نظر شما الان اقتصاد ایران شرایطی رو داره که 4-0 از جلوی پول ملی برداشته بشه؟ با سلام و شب بخیر خدمت بینندگان محترم. ببینید، این یک سیاست تازه‌ای نیست، هم در ترکیه در سال 2004 و هم در فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم از این سیاست استفاده شده، ولی این سیاست به عنوان بخشی از سیاست‌های کلان و پس از اصلاح ساختارهای اقتصاد کلان، افزایش بهره‌وری و سایر مؤلفه‌های اقتصادی هستش که میتونه موفق باشه. در حال حاضر در فقدان اصلاحات ساختاری به نظر میرسه اینکه فقط خط زدن 4-0 از پوله و هیچ نقش دیگه‌ای نخواهد داشت. چرا به نظر شما الان این مسئله پس مطرح شده؟ خب ببینید، باید کاری کرد، هرچی باشه همونطوری در بحث اقتصادی جامعه مطرح شده، اقتصاد ایران از حجم بالای نقدینگی رنج میبره و دولت در همه دولت‌ها در سال‌های گذشته مدام از چاپ پول برای پرداخت هزینه‌ها استفاده کردن و تورم رو به شکل یک مالیات غیر مستقیم به مردم تحمیل کردن تا عملاً با کاهش ارزش پول هزینه‌ها جبران بشه. حالا باید چی کاری کرد؟ یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که اومد صفرها رو از جلوی یک برداشت و در واقع حجم پول در گردش رو کم کرد و به این ترتیب تورم رو کنترل کرد و یه خورده هم به روان مردم آسایش داد. ببینید خیلی فرق میکنه که شما مثلا فکر کنید وای امروز دلار 12,000 تومنه یا 10,000 تومنه یا هر چند هزار تومنه، مثلا فکر کنید خب مثلا امروز دلار 10 تومن بود. مشکلی که هست اینه که چه از 10,000 تومن به 11,000 تومن، چه از 10 تومن به 11 تومن، تورم هنوز 10% و اگر برای شاخص‌های مؤثر بر تورم کاری انجام نگیره، این تغییر پول هم تأثیری در روند اقتصاد کلان نخواهد داشت. پس این که شما گفتید که باید کاری کرد و ممکنه که این تورم رو کنترل کنه، در حالی که تورم الان در ماه آذر حداقل طبق مرکز آمار ایران گفته‌هاش 18% بوده، چیزی رو حل نخواهد کرد و تورم رو هم کنترل نخواهد کرد. نه ببینید، به خصوص وقتی ما با تجربه ترکیه مقایسه می‌کنیم، سالی که ترکیه این کار رو کرد نرخ تورم زیر 10% بود و نرخ رشد اقتصادی فکر میکنم 7.4% بود. این کاملا در تضاد با وضعیت ماست. ما تورم در حال افزایش، در ترکیه در حال کاهش بود. نرخ رشد اقتصادی ما امسال منفی خواهد بود، نرخ رشد اقتصادی ترکیه مثبت بود. برای همین هستش که من فکر میکنم گرچه این اقدام خودش اقدام بعدی شاید نباشه، ولی که در این شرایط اون اثر مثبتی که برنامه ریزان و سیاست گذاران انتظار دارند رو برمقان نخواهد آورد.
پس من از حرفتون برداشت میکنم که پیش زمینه برداشت صفرها از جلوی پول باید کاهش تورم و ثبات اقتصادی باشه. حالا در صورتی که این عمل در ایران انجام بشه بدون اینکه تورم بیاد پایین، چه نتایجی خواهد داشت؟ ممکنه تاثیرات منفی بذاره؟ من فکر نمی‌کنم تاثیرات منفی بذاره این کار. من فکر می‌کنم تاثیرات مثبتش خونسا خواهد شد. شما در شرایطی ببینید، یکی از دلایلی که ما هی تورم داشتیم و پول چاپ کردیم بوده که خب واژه زیبایی نیست، ولی دولتی داریم که شلخته از نظر اقتصادی. بی‌انضباطی پولی مالی دولت‌ها باعث شده که همیشه به جای اینکه بیان اصلاحات رو بپذیرن، به جای اینکه اراده داشته باشن و ساختارها رو درست کنن و مدیریت رو بهبود ببخشن و با فساد مبارزه کنن، پول چاپ کنن. حالا چه شما چک پول 50,000 تومانی چاپ کنید، چه اسکناس 50 تومانی، هر دو تورم برمقام خواهد آورد. برای همین هستش که من یک ذره مرددم الان که آیا این سیاست باعث کنترل تورم خواهد شد، وقتی امیدی به این نیست که دولت در رویه‌اش و در عادتش به چاپ پول برای پرداخت هزینه پایان بده. بنابراین در صورتی که این صفرها برداشته بشه، به خاطر اینکه تورم رو به افزایش، دوباره صفرها در طول زمان برمیگرده، آیا این اثر روانیش خیلی بدتر نخواهد بودش؟ من فکر میکنم کاری که الان اثر روانی مثبت برای جامعه خواهد داشت، این پذیرفتن قوانین اقتصادی و بازگردوندن اعتماد مردم به آینده اقتصادی هستش. و قطعاً اگر این سیاست با شکست مواجه بشه، آثار روانی منفی خواهد داشت. ولیکن ما الان در یک جو ناامیدی به سر میبریم. من قسم دل سرد کردن کسی نیست، ولی واقعیت ماجرا اینجاست که به نظر میرسه به جای تشویق فعالان بخش خصوصی، به جای تشویق سرمایه گذاری، به جای اصلاح قوانین و رویه هایی که باعث فرار سرمایه و کارآفرین از کشور میشه، ما به چنین سیاست هایی روی آوردیم. و این سیاست و خود این حرکت سیگنال بدی رو داره میده که انگار دولت مصمم نیست ریشه یابی کنه، مصمم نیست که قبول کنه بعد کارهای دیگه رو درست کنه. مثل اینه که یه شرکت و یک بانک با هم دیگه تفاهم کنن که پایه مطالبات رو عوض کنن، به جای اینکه مثلا شرکت به بانک 1,000,000,000 تومان بدهکار باشه، حالا مثلا 1,000,000 تومان بدهکار باشه. ولی در اصل اون اعطای اعتبارات و چاپ پول به دلایل نادرست و برای بی‌انضباطی مالی به دلیل بی‌انضباطی مالی پایان نمیده. به نظر میرسه که بنابراین یک مقداری این شاید یک حرکت سیاسی باشه و ذهنها رو متوجه زیمبابوه میکنه، کشوری که بارها صفرها رو از جلوی پول ملیش برداشت و هر بار این صفرها برگشت و قیمتها به شدت بالاتر رفت. خب این درست هستش. ما یه خورده الان مثال زیمبابوه رو داریم، مثال ونزوئلا رو داریم. هر دو کشور در برخوردشون با اقتصاد شباهت‌های زیادی رو با ذهنیت حاکم بر سیاست‌گذاری در ایران دارن و در هر دو کشور قیمت‌ها و تورم لجام گسیخته شدن. اصلا همین در واقع شما دارید به همون سوالی اشاره می‌کنید که همه دارن می‌پرسن که آیا واقعاً دولت اراده داره ساختارها رو اصلاح کنه؟ ببینید جوری شده که به نظر میرسه، من واقعاً از اینکه از این واژه استفاده می‌کنم عذر می‌خوام، ولی بعضی از اوقات به نظر میسه یه سرکوب اقتصادی در جریانه. چون من با کارآفرین و فعال اقتصادی نیست که صحبت کنم و احساس کنم دولت رو حامی و همراه خودش میبینه. همه در حال ابراز نارضایتی از این وضعیت هستن. خب در این وضعیت به جای اصلاح سیستم بانکداری، به جای مدیریت مطالبات معوقه بانک‌ها که بسیار سنگین هست و عملا نظام اعطای اعتبارات و گردش پول در جامعه رو مختل کرده، ما سراغ اصلاح تعداد صفرها میریم. به نظرم میادش که یه وسیله سیاستی بسیار ناقص رو داریم به اجرا میذاریم. آقای دادپی، سال 95 بود که شاید برای اولین بار تورم پایین اومد و به زیر 10% رسید و یک دو سالی در حول و حوش 10% میچرخید. چرا به نظر شما اون موقع این کارو نکردن که شرایط مناسب تر بود؟ خب ببینید، به خاطر اینکه من نمیدونم چرا این کارو اون موقع نکردن، ولی خب اون موقع شرایط مثبت بود و شاید احساس میشد که لازم نیازی به چنین کاری نیست.
ولی الان ما واقعا با قیمت‌های بالا سر و کار داریم. اگر شما از قیمت‌ها در تهران یا در سایر شهرهای کشور بپرسید، قیمت‌هایی که مردم میگن برای کالاها، مواد خوراکی، برای نیازهای روزمره‌شون میتونه برابر حقوق یک ماه یک معلم یا کارمند در 10 سال گذشته 12 سال گذشته باشه و این به نگرانی‌های جامعه و شهروندان دامن زده. شما فرق میکنه که یه چیزی رو مثلا 5 تومن بوده، حالا بخریم 5 تومن و 5000، تا یه چیزی که مثلا 50000 تومن بوده، حالا تو ذهنتون بسی 60000 تومن براش پول بدید. این یه اثر روانی داره و شاید این کار فقط داره به نیت آروم کردن ذهن‌ها صورت میگیره تا مردم اینقدر اعداد بزرگ رو نشنوند و پرداخت نکنن، احساس نکنن که تو فشارند. ممنونم ازتون. علی دادپی، استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادواردز. در افغانستان کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید دادستانی کشور پرونده‌های وزیران متهم به فساد اداری را تا پایان پیگیری نکرده. بر اساس گزارش این نهاد، پرونده 6 وزیر پیشین به دادگاه فرستاده شده، اما از نتیجه نهایی این پرونده ها خبری نیست. از این میان تنها پرونده یکی از آنها پیگیری شده. نسرین نوا خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد. دادخواهی یک نهاد غیر دولتی از دادستانی کل، کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، امروز در نشستی خواستار نهایی شدن قضایای وزیران پیشینی شدند که متهم به فساد هستند. پرونده هایی که با وجود مدارک کافی خبری از فیصله آن نیست. به مردم وعده داده میشه، پروسه هم آغاز میشه تا یک جای پیش برده میشه، این به انجام رسانده شد. اینی برای ما مهم است، چون فشارهای سیاسی و یا ملاحظات سیاسی ممکن است که پروسه عدلی و قضایی را مختل بکنه یا حتی مانع اجرا شود. دادستانی کل کشور برف را به بام دادگاه خاص می اندازد. روی سانوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک کمیته بررسی قضیه وزرا را در سانوالی افغانستان ایجاد کرد. این کمیته کار خود با قاطعیت و جدیت آغاز و در نهایت قضیه 5 وزیر از کابینه حکومت وحدت ملی و از کابینه قبلی تحقیقاتشان تکمیل و محکمه خاص سپرده شد. چندی پیش هم دیدبان شفافیت افغانستان در تحقیقی دادگاه‌ها و دادستانی کل را از جمله فاسدترین ادارات افغانستان خوانده بود که پاسخ روشنی از سوی نهادهای متهم به فساد داده نشده. چنانکه دادگاه عالی اجالتاً درباره اتهامات وارد شده حرفی نمی‌زند، به دلیل روشن نبودن جزئیات مسئله. نسرین نوا، BBC، کابل. عبدالرزاق وحیدی، استاد دانشگاه و وزیر پیشین مخابرات افغانستان از کابل با ماست. آقای وحیدی، شما متهم شدید، به دلیل همین اتهام ها هم برکنار شدید و در نهایت در دادگاه تبرئه شدید. چقدر با این ارزیابی کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری موافق هستید که پرونده وزیران تا آخر پیگیری نمیشه؟ با عرض سلام خدمت شما و مخاطبینتان. نخست که من گزارش را خواندم، گزارش تقریبا بسیار کم مسائل عمده را در خودش گنجانده. در صفحه نخست از او اگه ببینید نام لویسان هم با جلالت مآب میه، در حالی که گزارش بالای ارزیابی آسیب پذیری های او اداره هست. اما در عین زمان باز هم نقاط قابل داره که باید ما سر از او صحبت کنیم. در مورد فساد ما دو بحث داریم، یکی بحث اساسی و فساد هست، ولی یک بحث دیگه این هست که آیا از ابزار فساد به حیث ترور شخصیتی افراد استفاده میشه یا خیر. یک وقت شده که لوی سارنوالی آمده مثل امو فکاهی معروفی که دکمه را پیدا میکنن و بالای دریشی میدوزن به خاطر از اینکه یک نفر را بدنام بکنن، اونا میایند بر از اون شخص فساد تعریف میکنن، در حالی که قضایای فساد اداری همیشه باقی مانده در سر جایش. و اگر او قضایا را و به قضایای اساسی فساد اداری را لوی سارنوالی یا دادستانی افغانستان بخواهد که تحقیق پیگیری کنه، سرنخ های شرک های فساد تا سطح ارگ
خیلی خب اجازه بدید من سوال رو اینطوری از شما بپرسم. آقای وحیدی، شما به اتهام فساد محاکمه شدید. در گزارش که در همین گزارش دربارش گفته شده که 6 وزیر متهم بودند. چطور هست که شما متهم شدید، به دادگاه رفتید، باید اشاره بکنم که تبرئه شدید، ولی بقیه نشدن، بقیه به دادگاه کشیده نشدن؟ دلیل خیلی واضح داره. لطفا ولی اقماد میکنه بسیار از مسائل، چون اگه بحث فساد باشه امروز در یک صحبتهای اونا میگن که ما از بازگو کردن نوعیت فساد در اینجا مذرت میخواییم به خاطر از اینکه بحث آبرو حیثیت هست. اما این تو نیست. اونا اگر بخواین که به مردم افغانستان صادق و بسیار شفاف باشن، باید حداقل کیفیت فساد را بگوین. باید بگوین که فساد به کدام سطح هست و سرنوشت مثلا اواید یا پولی که هدر رفته چه شده. در قضیه خود ما بحث اصلی عدم ایجاد سیستم ریل تایم و حیف و میل اواید محصول مخابراتی بود. امروز دادستانی نمیخواید که اصلا روی از این موضوع ببیجه، به خاطر که پای یک شخص دیگه در اونجا در میان هست که او شخص مورد حمایت رئیس جمهور و از دوستای شخصی دادستان کل هست. خب اشاره کردید به روابطی که میان رئیس جمهور یا دادستانی وجود داره برای بعضی از افراد. میخوام اینطوری بپرسم که چطور هست که بعضی از وزرا ممکنه که گریبانشون گرفته بشه ولی بعضی دیگر ممکنه که گریبانشون گرفته نشه؟ اینو به این دلیل میپرسم که هم تجربه رفتن به دادگاه رو دارید و هم نشستن در کابینه رو. نخواسته که محکمه به هیچ عنوان من حیث دستاورد حکومت وحدت ملی نیست. اگر شما به جریان دوسیه ما یک نظر بیاندازین و صفحه فیسبوک ما را بررسی بکنین، خواهید دید که تقاضای شخص خود ما بود که تحقیق صورت بگیره، تقاضای ما بود که محکمه دایر شود و ما خودم شخصا بارها مراجعه کردیم که بیاین مرا محکمه کنین. چرا؟ به خاطر از اینکه موضوع بر مردم افغانستان باید روشن میشد، بر دنیا باید روشن میشد، بر حامیای بین المللی ما روشن میشد. در حال حاضر برخی از وزرا هستند که اونا تقاضا میکنند که حتی محکمه جان غیر علنی برگزار شود و این در واقع خیانت هست به مردم افغانستان. تقاضای جامعه جهانی هم حکم قانون هم این را میگه که محاکم خاص و محاکم وزرا باید به صورت علنی برگزار شود و مردم باید از جزئیات پرونده ها باید آگاهی حاصل کنند. این موضوع که دادستانی کل نمیخواد راجع به این موضوع معلومات بده، خودش نشانگر از این که فساد دادستانی هم رسوخ کرده. آقای وحیدی خیلی خیلی کوتاه، وقتمون بسیار محدوده. شما تبرئه شدید، چطور هست که از شما خواسته نشده به مقامتون برگردید؟ در حال حاضر تقاضای ما بیشتر این هست که بحث حیف و میل محصول مخابراتی و بحث فسادی که صورت گرفته باید حل شود. ای که ما براءت گرفتیم یا اعاده حیثیت شوم یا نشوم، این موضوع یک شخص است. اما در اینجا سرنوشت میلیاردها افغانی پول مردم افغانستان مطرح است و ما تقاضای ما همیشه این بوده که این موضوع باید روشن شود و مردم گزارش داده شده. سپاسگزارم از عبدالرزاق وحیدی، استاد دانشگاه و وزیر پیشین مخابرات افغانستان از کابل. بابا در بریتانیا بعضی همواره از جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انتقاد کردند که در قبال بدرفتاری حکومت ایران مخصوصا علیه معترضان سکوت میکند. ناجل فراج عضو و رهبر پیشین حزب استقلال بریتانیا هم در میان کسانی است که از این بابت به آقای کوربین اعتراض کرد. این اعتراض ها در حالی مطرح می شود که جرمی کوربین به عنوان رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت یک گزینه احتمالی برای نشستن بر صندلی نخست وزیری بریتانیا در آینده است. مجید خیام دار گزارش می دهد. رهبر حزب کارگر بریتانیا که امیدوار است در آینده ای نه چندان دور نخست وزیر هم بشود، مخصوصا با توجه به آشفتگی سیاسی در میان محافظه‌کاران حاکم که با ادامه روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا شدت گرفته. جرمی کوربین به عنوان رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت میگوید که اگر نخست وزیر شود، حقوق بشر در کانون توجه دولتش خواهد بود. ولی از این سیاستمدار چپگرا انتقاد می‌کنند که در قبال نقض حقوق بشر در ایران معمولاً سکوت می‌کند
چه رسد به اینکه با معترضان هم صدا شود، در حالی که درباره نقض حقوق بشر توسط کشورهای غربی و متحدانشان صدایش بلند بوده. این مثل همان انتقادی است که علیه سیاستمداران محافظه‌کار غربی مطرح می‌شود، اینکه چشمانشان را بر نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای متحدشان می‌بندند و فقط درباره نقض حقوق بشر در کشورهای مخالفشان حرف می‌زنند. من طی سفرم به ایران حقوق بشر رو در هر فرصتی مطرح کردم. به نظرم توافق هسته‌ای ایران خوبه، ولی نقض حقوق بشر در ایران مثل اعدام، حبس و شلاق مطلقاً غلطه و باید از دولت ایران خواست حقوق بشر رو رعایت کنه و من هم همین کار رو میکنم. Human rights demands made on the Iranian government which I make. آقای کوربین چند سال پیش از آنکه رهبر حزب کارگر شود، برای پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان ایران برنامه اجرا می کرد و برای حضورش در این برنامه ها پول هم می گرفت. یک روزنامه نگار که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران بازداشت شده بود، از پرس تیوی که در لندن هم دفتر داشت شکایت کرد که از او اعتراف اجباری پخش کرده. نهاد ناظر بر رسانه ها در بریتانیا پرس تیوی را جریمه کرد. همین نهاد بعداً با ذکر تخلفاتی دیگر مجوز فعالیت تلویزیونی پرس تیوی در بریتانیا را باطل کرد. شما از ایران پول گرفتید، از پرس تیوی به خاطر شرکت در برنامه‌هاش پول گرفتید. خیلی وقت پیش من برای پرس تیوی برنامه اجرا می‌کردم، ولی وقتی اونها با جنبش سبز اونطوری برخورد کردن، من هم دیگه برای پرس تیوی هیچ برنامه اجرا نکردم. طبق اسناد پارلمان بریتانیا، آقای کوربین تا مدت‌ها بعد از سرکوب اعتراض‌های انتخاباتی سال 88 و حتی بعد از باطل شدن مجوز پرس تیوی در بریتانیا با این شبکه چند بار مصاحبه کرد و برای این مصاحبه‌ها پول هم گرفت. خودش گفته که در برنامه‌های مختلف درباره حقوق بشر حرف زده و پول‌ها را هم خرج منافع عامه کرده. از جمله کسانی که از این زاویه جرم کوربین را به باد انتقاد گرفتند، ناجل فراج، عضو و رهبر پیشین حزب استقلال بریتانیا است که حضور مکرر خودش در برنامه‌های تلویزیون دولتی آرتی روسیه از چشم ناظران دور نمانده. آقای فراج که از نمایندگان بریتانیا در پارلمان اروپا هم هست، در یک روزنامه چاپ بریتانیا نوشته که آقای کوربین با حکومت ایران روابط بسیار نزدیکی دارد و به همین خاطر در قبال سرکوب معترضان ایرانی سکوت می‌کند. در انتقاد از مواضع سیاستمداران غربی درباره کارنامه حقوق بشر کشورهای دیگر، گاهی بحث منافع سیاسی و اقتصادی و ملاحظات ایدئولوژیک آنها مطرح می شود. اما خود آنها می گویند که حقوق بشر را فدای مصالح دیگر نمی کنند. مجید خیامدار، بی بی سی. فرهنگ جهانپور، کارشناس مسائل سیاسی از آکسفورد در بریتانیا با ماست. آقای جهانپور، این اتهاماتی که نایجل فراج به آقای کوربین زده چقدر پایه و اساس داره به نظر شما؟ ولی همینطور که اطلاع دارین، بعد از دو سه هفته تعطیل پارلمان مجدداً پارلمان تشکیل میشه در این هفته آینده و پیشنهاد خانم می که قرار بود در دسامبر گذشته به رای گذاشته بشه و در آخرین لحظه این رو ملغا کرد، مجدداً به رای گذاشته میشه و تمام نشانه ها این هست که این باز شکست میخوره و بعد از شکست این پیشنهاد در حقیقت وضع باز میشه، ممکنه حتی برای انتخابات جدید و احتمالاً انتخاب آقای کوربین به عنوان نخست وزیر. از این نظر هست که گروه های دست راستی به شدت به حمله شخصیتی به ضد آقای کوربین افتادن که از جمله آقای نایجل فراج در یک روزنامه بسیار دستراستی اکسپرس مقاله‌ای نوشت و تون بهشون حمله کرد. بله، ولی میخواستم بدونم که شما آیا این انتقادها رو وارد میدونید؟ آیا میشه گفت که سکوت احتمالی آقای کوربین درباره اقدامات حکومت ایران به معنای حمایتش از ایران هستش؟ من خیال نمی‌کنم. آقای کوربین در 34 سال گذشته یک برنامه کاملا روشن داشته. بر هیچ کسی پوشیده نیست که ایشون یک سیاستمدار دست چپی است. مخالف سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه، رأی مخالف داد با حمله به عراق و غیره. ایشون برای مدتی 5 برنامه در پرس تیوی اجرا کرد و گویا 20,000 پوند هم پول گرفت. ولی در بعد از جریانات انتخابات 2009 و تشکیل حزب سبز، این دیگه تماسش رو با اون تلویزیون قطع کرد. حالا اگر گاهگاهی مثلا یک صحبتی باش کرده باشن، بعد اطلاع ندارم. بمیدم که برنامه هایی که ایشون داشت بعد از اون جریان دیگه قطع شد. ایشون به طور همینطور که در برنامه خودش هم ذکر شد،
از سیاست‌های داخلی ایران و حقوق بشری ایران همیشه انتقاد کرده و الان هم انتقاد می‌کند. منتها با سیاست‌های تغییر رژیم به صورت قهرآمیز توسط آمریکا مخالفه و این رو همیشه گفته و هنوز هم می‌گه. ولی به نظر میرسه این که شما اشاره کردید که آقای کوربین یک سیاستمدار دست چپی هست و مخالف سیاست‌های آمریکاست، مخصوصاً سیاست خارجی آمریکا، شاید باعث شده باشه که از دولت، از حاکمیت ایران اونطور که از آمریکا انتقاد می‌کنه انتقاد نکنه. مثلا آقای کوربین تظاهرات زیاد اینجا سازماندهی کرده و خودش هم در اون تظاهرات ها اومده سخنرانی کرده علیه مثلا جنگ عراق، علیه سیاست‌های آمریکا، ولی درباره ایران این کارو نکرده. و علاوه بر اون مثلا 4 سال پیش در مرکز اسلامی لندن که متعلق به ایرانه در سالگرد انقلاب هم سخنرانی کرده. خب بنده متن سخنرانی ایشون رو نخوندم، ولی فقط بحث کرده درباره ایران. این که ایشون عرض کردم دست چپیست و مخالف سیاست های آمریکا بحثی درش نیست. متأ چرا انتقاد میکنه از اون کشورها و از مثلا ایران یا کوبا و غیره انتقاد زیاد نمیکنه؟ از این نظر هست که میبینید که دولت انگلستان اسلحه میفروشه مثلا به عربستان. مثلا آقای جان بولتون رئیس نشنال سکیوریتی ادوایزر، مشاور امنیتی امریکا، در چندین جلسه مال مجاهدین خلق در فرانسه شرکت کرد و گویا 160,000 دلار پول گرفت. این است که ببینید این اتهامات رو به همه میشه زد. ایشون البته اختلافش با دولت انگلیس و این که بیشتر مطرح میکنه دولت انگلیس و امریکا رو، این است که دولت انگلیس مثلا در فروش اسلحه به عربستان و جنگ یمن دست داره، در حالی که این دولت هیچ کمکی به دولت ایران در حال حاضر انجام نمیده. چقدر ممکنه این اتهاماتی که نایجل فراج مطرح کرده روی موقعیت آقای کوربین تاثیر بذاره در انتخابات آینده؟ من دکه ممکن تقریبا هیچ، چون نایجل فراج در افکار عمومی انگلستان هیچ محلی نداره. ایشون حتی یک بار سعی کرد عضو پارلمان بشه، شکست خورد. فقط حزبش یک نفر در پارلمان عضو داشت که اون هم در انتخابات گذشته رای نیاورد. از که در سیاست کلی داخلی انگلستان نجل فراج یک فرد افراطی دست راستی شناخته میشه و مخالفتش با آقای کوربین حتی شاید به نفع اون تمام بشه. بر فرض این که در انتخابات آینده جرمی کوربین نخست وزیر بشه، آیا شما تغییری میبینید در سیاست بریتانیا نسبت به ایران؟ من خیال میکنم که در سیاست بریتانیا نسبت به ایران نرمتر خواهد شد، دوستانه تر خواهد شد، چون مثلا ایشون کاملا موافق برنامه اتمی با ایران بود. ولی به طور کلی الان فرض کنید که سیاست ایران در دست آمریکاست و آمریکا برای سیاست های انگلیس در باره ایران ارزش زیادی قائل نیست، از که در کل نظام جهانی و سیاست های غرب نسبت به ایران تأثیر چندانی نخواهد داشت. ولی همین که اگر مخالفت مثلا بخواد بکنه با سیاست های آمریکا نسبت به ایران تا حد مؤثر خواهد بود. ممنونم ازتون. فرهنگ جهانپور، کارشناس مسائل سیاسی. خیلی متشکرم. نتایج غیر منتظره در جام ملت‌های آسیا زنگ خطر رو برای تیم‌های بزرگ به صدا درآورده. در پایان روز دوم مسابقه ها از 4 مسابقه برگزار شده هیچ کدام از تیم‌هایی که پیش بینی می‌شد برنده نشدند، از جمله استرالیا که 1-0 به اردن باخت و تایلند که 4-1 مغلوب هند شد. اما ایران که یکی از شانس‌های قهرمانی این مسابقات به شمار میره، دوشنبه در اولین بازی خودش به دیدار یمن میره. پوریا جعفری خبرنگار ورزشی ما که به ابوظبی محل مسابقات رفته از اهمیت این بازی برای ایران میگه. شاید برای خیلی ها قابل تصور هم نباشد که یمن چگونه یک تیم فوتبال به جام ملت‌های آسیا فرستاده. ولی کشوری که در سالهای اخیر با جنگ داخلی هولناکی روبرو بوده، بدون شکست بالاتر از تاجیکستان و نپال خود را به امارات رساند و حالا فرصت این را پیدا می کند تا با مسابقه جلوی بزرگانی مثل ایران در فوتبال ملی عرض اندام کند. حضور در مهمترین تورنمنت فوتبالی قاره برای یمن خود یک دستاورد مهم است و این بازیکنان چیزی برای از دست دادن ندارند. احنا اليمن كما معروف على العالم ككل
همه دنیا میدونن وضعیت یمن چقدر بده، اما ما از فوتبال دست نکشیدیم و موفق شدیم برای اولین بار به مرحله نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برسیم. این دستاوردی بزرگ برای بازیکنان و کشور ماست. ما اینجا هستیم تا نشان دهیم میتوانیم کاری بکنیم. ما حداکثر تلاشمان را میکنیم و امیدواریم نتایج خوبی بگیریم. آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران قبل از مسابقه اول در جام ملت‌های آسیای 2019 مقابل یمن، بازی که در استادیوم محمد بن زاید شهر ابوظبی برگزار میشه و کارلوس کیروش سرمربی ایران اشاره کرده که چقدر این مسابقه با وجود آسون بودن حریف روی کاغذ مهم خواهد بود در روندی که ایران در جام ملت‌ها خواهد داشت. اما ایران دغدغه‌های دیگری دارد. تیم ملی سال‌هاست به فینال نرسیده و در سه دوره آخر حضورش از یک چهارم نهایی فراتر نرفته. هیچکس به اندازه کاپیتان تیم مسعود شجاعی این ناکامی را تجربه نکرده. بعد از تجربه زیادی که تو این تورنمنت کسب کردم و سعی می‌کنم اینو به بقیه بچه‌ها منتقل کنم، اینه که ما اشتباهات جزئی گذشته رو نمی‌تونیم دوباره تکرار کنیم. و من فکر می‌کنم که با این رمز، با این روش می‌تونیم موفق باشیم. اومدیم که با قدرت ظاهر بشیم و من فکر می‌کنم که از فردا باید اون فینال اولمون فرداست. 7 فینال داریم، فینال اولمون فرداست. تصور عمومی بر این است که ایران باید بدون دردسر یمن را ببرد، اما از نظر سرمربی با تجربه پرتغالی هیچ چیز تضمین شده نیست. این که قبل از بازی بگن شما تیم برتر هستی اعتباری نیست که بشه باهاش مسابقه رو برد. برای ما این مهمه که ما قدرت و توانایی داریم و باید بتونیم مقابل یمن بهترین مهارت‌های خودمون رو به نمایش بگذاریم. صرف نظر از آمادگی تیم و کیفیت بازیکنان، هواداران فوتبال ایران همیشه انتظار دارن تیمشان در آسیا برای قهرمانی بازی کنند و شاید این تیم بعد از 43 سال همانی باشد که این آرزو را برآورده می‌کند. پوریا جعفره، BBC، ابوظبی. خب چیزی تا مراسم امسال گلدن گلوب باقی نمونده، مراسمی که معمولاً به عنوان پیش زمینه جوایز اسکار محسوب میشه. هر کس که در این مراسم جایزه بگیره شانس موفقیتش در اسکار هم بالا میره. ستارگان سینما برای مراسم امسال گلدن گلوب امشب در لس آنجلس جمع میشن. مراسم هر سال انجمن مطبوعات خارجی در هالیوود برگزارش میکنه و برنده ها با رأی اعضای این انجمن انتخاب میشن. خبرنگار ما بهمن کربوسی از لس آنجلس گزارش. هالیوود به سرعت در حال آماده شدن برای فصل اهدای جوایز بهترین های سینما در سال گذشته. از پهن شدن فرش قرمز یکی از اصلی ترین گرد همایی های ستارگان در این فصل معروف به گلدن گلوب تا ضیافت های متعددی که در لس آنجلس در آستانه مراسم گلدن گلوب برگزار می شود. فیلم معاون در مورد زندگی دیک چینی، معاون رئیس جمهوری در زمان جورج بوش پسر، که در آن از او مردی فاسد که نقش کلیدی در حمله آمریکا به عراق بازی کرد را به تصویر کشیدند، نامزد گلدن گلوب یا کره طلایی در 6 بخش شده است، بیشترین در میان فیلم‌های امسال. فیلم ستاره‌ای زاده شده است هم بخت اول جایزه در بخش بهترین اثر درام سال است و دو هنرپیشه اصلیش برادلی کوپر و خواننده معروف لیدی گاگا هم در بخش‌های بهترین نقش اول زن و مرد از رقبای اصلی هستند. همزمان رازمن پایک بازیگر فیلم یک جنگ خصوصی از بخت‌های جایزه مهم بهترین بازیگر نقش اول زن است. او خود گفت بازی‌های قوی بسیاری امسال در رقابت نزدیک هستند و پیش‌بینی سخت است. امسال فیلم روما از مکزیک رو خیلی دوست دارم. بازی کلر فوی در فیلم نخستین انسان هم عالی بود. امیدوارم ببره. به نامزدهای جایزه امسال نگاه کنید. زنان خیلی قوی ظاهر شدند. آرای اعضای انجمن مطبوعات خارجی هالیوود که کمتر از 100 نفر هستند به صندوق‌ها ریخته شده و نتایج اون در مراسم گلدن گلوب چند ساعت دیگه مشخص میشه. به تبع اونهایی که
دست پر به خانه برن، اون وقت شانس بیشتری برای برنده شدن در مراسم اسکار دارن که در اسفند ماه برگزار میشه. در میان نامزدهایی که امیدوارند امشب موفق شوند و شانسشان را در مراسم اسکار افزایش دهند، 5 کارگردان فیلم‌های خارجی یا غیر انگلیسی زبان هستند که نامزد گلدن گلوب شدند. دوتایشان بخت بهتری دارند. یکی از لبنان که داستان شکایت پسر پناهجوی سوری در فقر از پدر و مادرش است که چرا وقتی نمیتوانید حداقل‌ها را برای فرزندانتان فراهم کنید بچه دار میشید. هر کسی وضعیت این بچه ها رو ببینه حالش بد میشه. اگه حال ما بد نشه انسان نیستیم. ما باید کاری بکنیم براشون. دیگری داستان غم‌ها و دردهای پیشخدمت‌های خانواده‌ای در مکزیک است که بر اساس زندگی کارگردان پرآوازه خود فیلم در دوران نوجوانیش ساخته شده. می‌خواستم زخم‌های شخصی و خانوادگی خودم را بازگو کنم. دردهایی که شاید در یک جامعه خاص وجود داره، اما به کل جامعه انسانی هم مربوط میشه. فیلم‌هایی که دردهای انسان‌ها را باز می‌گویند و در کنار دیگر آثار در 25 بخش منتظر نتیجه داوری رای دهندگان گلدن گلوب هستند. بهمن کلبوسی، BBC، لس آنجلس. خب ستاره‌های سینما از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و 2:30 صبح به وقت تهران آروم آروم روی فرش قرمز مراسم گلدن گلوب میان. معمولا روی فرش قرمز با خبرنگارا صحبت میکنن درباره کارهای امسالشون قبل از شروع مراسم. البته اگر دوست دارید که بازیگر رو روی فرش قرمز ببینید، بهمن کلبوسی اونجاست و تصاویر رو به صورت زنده روی اینستاگرام BBC پخش میکنه. آدرس ما رو هم که میدونید @BBCPersian. امیدواریم که بهمن سلام ما رو به این ستاره‌های سینما برسونه. ممنونم از همراهی شما با این برنامه 60 دقیقه. شبتون بخیر.